برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز اهل بیت علیه مسلم از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار یکی دیگر از مراسم های هفتگی توسل به اهل بیت علیه مسلم را برگزار کرد. این مراسم با حضور ده ها تن از شیعیان و پیروان خاندان عصمت و طهارت علیه مسلم برگزار و تیان ایام میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را گرامی داشتند. منابع محلی در استان جوزجان در شمال افغانستان میگویند که انفجار مهمات به جا مانده از جنگ در این استان جان دو کودک 9 ساله را گرفته و یک کودک دیگر را زخمی کرده است. گفته شده این حادثه روز دوشنبه 10 مه در شهرستان درزاب استان جوزجان رخ داده است. منابع محلی گفتند این کودکان در حال بازی بودند که مواد انفجاری باقی مانده از جنگ‌های سالهای گذشته منفجر شده و جان آنان را گرفته است. این دومی مورد انفجار مهمات به جا مانده از جنگ در ماه جاری خورشیدی در جوزجان است که از کودکان قربانی می‌گیرد. سازمان عفو بین الملل عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت پناهندگان افغانستان در پاکستان را نگران کننده خوانده است. این سازمان روز دوشنبه 10 مه گفته که بسیاری از افغانستانی‌هایی که در ترس از آزار و اذیت طالبان زندگی می‌کردند به پاکستان گریختند، جایی که اکنون در معرض موج‌های از بازداشت‌های خودسرانه، زندانی شدن و تهدید به اخراج قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل گفته است این بسیار نگران کننده است که وضعیت پناهندگان افغانستانی در پاکستان مورد توجه بین المللی قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که دولت پاکستان اعلام کرده بیش از 1 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغانستان را از آن کشور اخراج می‌کند.